متن نامه مرجع عالی قدر مرحوم حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی قدس الله نفسه الزکیه که در تاریخ 1 تیر ماه 1384 پیرامون مرجعیت و دفاتر معظم الله و مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام تحریر فرمودند. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد الحمد و صلات علی محمد و آل محمد، مخفی نماند که فرزند عزیزم محمد جواد فاضل لنکرانی که به حمد الله و المنه با نظارت مستقیم این جانب به درجه رفیعه اجتهاد رسیده و سالیان متمادی است که به بحث‌های خارج فقه و اصول اشتغال دارد و دارای رسائل و تألیفات متعددی می باشد، در کارهای مربوط به این جانب مخصوصاً پس از مسئولیت مرجعیت که بسیار مسئولیت خطیری است، یار و مددکار این جانب بوده، به طوری که اگر کمک ایشان و برادرش احمد آقای موحدی که تمام وقت خیش را در اختیار کارهای من قرار داده نبود، شاید با کسالت‌های گوناگون و متعددی که دارم از عهده همه کارها بر نمی آمدم. البته حتی در جزئی ترین کار با استجازه و اجازه حقیر اقدام می نمایند. علاوه بر مسئولیت مزبور در امور مؤسسه فقهی ائمه اطهار علیهم السلام که برای آن ساختمان معظمی در دست داریم و در آن مؤسسه عده‌ای از فضلای محترم اشتغال به درس‌های خارج مخصوص دارند و به علاوه کتاب‌های متعددی از آنجا انتشار یافته و پاسخگویی به مسائل مختلف توسط اینترنت داده می‌شود و دارای کتابخانه تخصصی فقه می‌باشد که در آن حدود 20,000 جلد کتاب موجود است. همینطور مؤسسه‌ای که در مشهد مقدس دایر کرده ایم و سال‌های چندی است که گروهی از فضلا و دانشمندان علاوه بر علوم حوزوی متداول تدریس و تدرس آن به کیفیت مخصوص به علوم دیگر نیز در آنجا اشتغال دارند و نیز مؤسسه‌ای که در کشور سوریه در دست اقدام و تمامیت است و از نظر موقعیت محلی دارای امتیاز می باشد و غرض از تأسیس آن تربیت عده‌ای فاضل و دانشمند در نزدیکی قبر مطهر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها می باشد. به علاوه وظیفه مهم شهریه حوزه علمیه قم با متجاوز از 50,000 طلبه و شهریه مشهد مقدس و اصفهان و متجاوز از 300 حوزه علمیه شهرستان ها که اداری مجموع بسیار مشکل و خطیر است، از وظایف این جانب است که به تنهایی از عهده این امر نمیتوانم برایم و اگر کمک و مساعدت این دو برادر نبود قطعا ناتوان بودم و در کارهای مزبور 2 شعبه دفتر در تهران و 1 شعبه در مشهد مقدس و 1 در افغانستان و دیگر در مسکو و برخی در جاهای دیگر وجود دارد که میبایست کمال ارتباط با آنها حفظ شود و مشکلات حوزه ها از 1 طرف و اشاعه و ترویج مکتب تشیع به وسیله آنها انجام گیرد و حل شود و نیز کارهای مختلف دیگر که جای ذکر آنها نیست باید به صورت مطلوب عملی گردد و ضمناً ناگفته نماند که تمامی اعلامیه ها و پیام هایی که در مقاطع مختلف در رابطه با امور مذهبی و سیاسی داده می شد مربوط به این جانب است و مخصوصاً آنچرا که روزنامه جمهوری اسلامی منعکس می نمود و در رابطه با آنها مخصوصاً به 2 اعلامیه افتخار می کنم. یکی اعلامیه‌ای که به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها سالیان زیادی منتشر نمودم و دیگر اعلامیه‌ای که به مناسبت عدم جواز نقض حکم امام قدس سره در مورد ارتداد سرمان رشدی
و وجوب قتل او صادر کردم و در مقابل برخی از روشنفکران که خیال می کردند مقتضای مصلحت کنار آمدن با سلمان رشدی است و در این رابطه مقدماتی را تهیه دیده بودند مقاومت نموده و شدیداً با آنان برخورد کردم. امیدوارم که همه این کارها و تحمل مشکلات بیش از حد مرضی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد و افتخار سربازی واقعی آن جناب از ما سلب نشود که بالاترین افتخار همین است. به امید روزی که با فرج مقدسش تمام مشکلات حل شود و غالب اینها سامان پذیرد. اللهم اجل لولیک الفرج. محمد فاضل لنکرانی، 1 تیر ماه 1384. Thank you.